به نام یاد خدا سلام بر شما و خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 27 قوس سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط خبرها. خواست ها برای سیاسی نساختن مسئله مهاجران از سوی کشورهای همسایه. همزمان با روز جهانی مهاجرت، امارت اسلامی از کشورهای دیگر میخواهد که تا از مهاجران همچون ابزار سیاسی کار نگیره. په عین وخت کې زموږ هیله دا ده چې د مهاجرینو لوی او بشري موضوع ته دې له سیاسي لیدلوري او د آنی ګټو او تصمیمونو له زاویې نه کتل کیږي. دعوت شدن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل. امارت اسلامی هدف از دعوت شدن رهبر جمعیت علمای پاکستان را به کشور حل چالش های کنونی میان کابل و اسلام آباد می داند. به تی پی پی مسلم ده بلکشتا و آقی من مشکل ده او نور مسئله هم دی ده کدوالو ده واپس خبره ده نو امیدونه که بیشی چه کلال ده خبری کی خور خبر به انتظار بکن. آزادی بیش از 3000 مهاجر زندانی از پاکستان. عبدالجبار تخاری میگوید در حال حاضر بیش از 300 زندانی دیگر نیز در زندان‌های ایالت سند زندانی هستند. الان مجموعه رها شدگانی که قانون دستاویزات نداشتند 3053 تن است. تلاش‌ها برای کارگیری از انرژی خورشیدی در کشور و کشف بزرگترین تونل حماس از سوی اسرائیل. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من صدقاسم. همزمان با روز جهانی مهاجرت، امارت اسلامی از کشورهای دیگر میخواهد که تا از مهاجران همچون ابزار سیاسی کار نگیرند. در همین حال معاون اقتصادی ریاست الوزراء اخراج مهاجران افغان را از کشورهای همسایه انتقاد میکند و از این کشورها میخواهد تا با مهاجران افغان برخورد قانونی داشته باشند. این در حالی است که در ماهای پسین اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزایش یافته است. روز جهانی مهاجرت در حال فرا رسیده است که در ماه‌های پسین افغانستان گواه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، ایران و کشورهای دیگر بوده است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سخنانی در مرکز رسانه‌های حکومت از برخورد دوگانه جامعه جهانی در این باره انتقاد می‌کند. شبیلګی د گاونډیانو له لورې زموږ د افغانانو وړونو په حق د هغوی پر اسلامیت انصاف گاونډیتوب او بشریت نه ولاړه پرېکړه ده. د افغانانو په حق کې د دې جپه تر شا چې کوم اهداف و مرتکبین یې په ترلاسه کولو کې ناکام شول. تعداد زیادی از برادران و خواهران ما از کشورهای مختلف در وطن عودت نمودند. در حدود شاید بیشتر از 700 لک یعنی بیشتر از 7 لک مهاجرین تا حال در همین چند وقت کوتاه به شکل اجباری در افغانستان عودت کردند. در این میان رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام به مناسبت همین روز از نهادهای جهانی میخواهد تا از حقوق مهاجران افغان پشتیبانی کنند و از کشورهای دیگر نیز میخواهد که از مسئله مهاجران همچون ابزار فشار در برابر امارت اسلامی کار نگیرند. په عین وخت کې زموږ هیله دا ده چې د مهاجرینو لوی او بشري موضوع ته دې له سیاسي لیدلوري او د آنی ګټو او تصمیمونو له زاویې نه کتل کیږي. د فشار په ډول دې نه کارول کیږي. د راستنېدو پروسه دې په ابرومندانه او تدریجي ډول مخته یوړل شي. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز در سخنانی به علتهای مهاجرتهای غیرقانونی در کشور میپردازد. چې د دې د لاسه د شرق او غربي بلاک د لاسه ټکر ټکر دي په ټوله نړۍ کې پراته دي. اوس نه پرېږدي چې دا 40 کاله دی قربانۍ خورې د لاس په ګډۍ باندې دی مزدوري کړي دو. نن د هغې مالونه، د هغه ناموس، د هغه اولاد، د هغه کلچر، عنانات هر څه ورته درهم برهم کړو.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همچنان از ایجاد 15 کمیته به شمول کمیته توزیع زمین برای رسیدگی به مشکلات مهاجران تازه برگشته به کشور خبر داده است. همزمان با روز جهانی مهاجرت، مهاجران افغان از کشورهای جهان میخواهند تا آنان را به گونه اجباری اخراج نکنند. همزمان با این معین وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید نزدیک به 7 میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجرند. 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرت. این روز در حالی فرارسیده است که اخراج مهاجران افغانستان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر شدت گرفته است. شمار از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در این روز از جامعه جهانی می‌خواهد تا از اخراج اجباری آنان جلوگیری کند. این مهاجران افغان در ایران و پاکستان می‌گویند که آزار، اذیت و اخراج مهاجران نگرانی را میان آنان ایجاد کرده است. تا حال ما در شرایط بی سرنوشتی زندگی کردیم، فشارات پاکستان قبول کردیم و مال اموال خود در افغانستان فروخته در اینجا مهاجر شدیم. بیاین با وعده هایی که به مهاجرین داده بودیم، با کمک هایی که به مهاجرین قرار است بکنیم، با او عمل بکنیم تا ای که ما هم مشکلات ما حل شد و از این بی سرنوشتی خلاص شدیم. مهاجرین در ایران به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می شوند که مهاجرین غیر مجاز در معرض اخراج اجباری قرار دارم و همچنین کلیه مهاجرین با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو هستند. همزمان با این، معین وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید که نزدیک به 7 میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجرند. سه کال تقریبا ده چلور لکنه، 15 لکه مهاجرین لازیات راغلی دی. پدې لاند وخت کې چې کوم مهاجرین راغلي دي نو د دې څو لکه تعداد رسیږي او په مجموع کې د میلیون نه زیات دي او دغه لړۍ روانه ده. در سوی دیگر شمار از مدافعان حقوق مهاجران از کشورهای میزبان میخواهند تا خلاف نرمهای بین المللی با مهاجران برخورد نکرده و آنان را بپذیرند. خود مهاجر به عنوان یک پدیده همیشگی و جهانی است که طبق کنوانسیون های ژنو رسماً به حیث حق مشروع پذیرفته شده است و کشورهای میزبان مهاجر باید تکریم مهاجر و رافیت اسلامی را حفظ بکند و وفق کنوانسیون‌های بین‌المللی رفتار بکند. در این زمینه لازم هست کمک‌های بشردوستانه مالی و همچنین کمک‌های غذایی و اسکان به شکل در واقع مورد نیاز به مهاجرین اعطا گردد. پیش از این 9 سازمان غیر دولتی در گزارش از وضعیت بد مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان در زمستان پیش رو هشدار داده بود. کنسولگری امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان آمار می‌دهد که در یک سال پسین بیش از 3000 مهاجر از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگردانده شدند. عبدالجبار تخاری می‌افزاید در حال حاضر بیش از 300 زندانی دیگر نیز در زندان‌های ایالت سند زندانی هستند. همزمان با این برخی از مهاجران افغان که در بند هستند از وضعیت بدشان شکایت دارند. نوید صمدی. در ادامه رهایی مهاجران افغان از زندان‌های پاکستان، کنسولگری امارت اسلامی در شهر کراچی میگوید در دو روز گذشته نزدیک به 100 تن را از زندان‌های ایالت سند آزاد ساختند که بیش از 30 تن آنان مهاجران قانونی بودند. عبدالجبار تخاری آمار می‌دهد که در یک سال پسین به شمول این افراد بیش از 3000 تن را از زندان‌ها آزاد و به افغانستان بازگرداندند. در مدت یک سال به تعداد 2997 تن محبوسین از مختلف زندان‌های ایالت سند و سعی کوشش و مصرف امارت اسلامی رها گردیده از راه مرز چمن وارد کشور شدند و فعلا مجموعه رها شدگانی که قانون دستاویزات نداشتند 3053 تن است. همزمان با این برخی از مهاجران که در بند به سر میبرند از وضعیت ناهنجارشان شکایت دارند. دیر دروپی هم وقت لیه کارت هم رتن وقت سیریه که ولی زده کارت نده جور سوه زده پاکستان کی پیدا سوه هم پاکستان کی غر سوه هم تروس افغانستان تلاله لانه هم دای افغانی هسته چه لس لس میاشتی پراتی بی سو که نسته شاد سره اینه لده ده چه سره یا غبر کیری سی ده چه سره اینی یا غریبانه ناست. از سوی هم مسئولان در نیمروز میگویند که 193 زندانی افغان از زندانهای ایران آزاد ساخته شدند. یو سلو درون میکسند هغه افغانان چې بغیر اسناد و
ایران اسلامی جمهوریت دولت نیولی و او په الغدیر توپخانه کې بندیان و دا موږ ته وسپارل سو. با این حال امارت اسلامی میگوید تلاش دارند تا تمامی مهاجرانی که در کشورهای همسایه و منطقه زندانی هستند را از بند آزاد و دوباره به افغانستان انتقال دهند. امارت اسلامی افغانستان همیشه تلاش میکنه که تمام ادوای کشور که در هر جا باشند یا در هر کشوری باشند آنها باید به کشور خود برگردند و به گونه سالم برگردند و اگر کسی زندانی شده باشه آنها باید رها شوند. این در حال است که در یک سال پسین اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بی پیشینه بوده است. امارت اسلامی هدف از دعوت شدن رهبر جمعیت علمای پاکستان را به کشور حل چالش‌های کنونی میان کابل و اسلام آباد می‌داند. این در حالی است که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان برای گفتگو با مقام‌های امارت اسلامی به کابل بیاید. این سفر رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل در حالی انجام خواهد شد که در ماه‌های پسین روابط میان کابل و اسلام آباد بر سر مسائل مهاجرتی، هراس افغانی و مسائل دیگر به تیرگی گراییده است. روز پیش خبر دعوت شدن مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان به کابل پخش شد. اکنون امارت اسلامی با تایید این مسئله هرچند از روز دقیق سفر رهبر جمعیت علمای پاکستان به کشور چیز نمی گوید، اما می افزاید که در این سفر درباره مشکلات کنونی میان کابل و اسلام آباد گفتگو خواهد شد. در ازاله متفکر نوتروسی که متاسفانه گاهی وقت تبلیغات میشه که گویا امارت اسلامی یا افغان ها علیه پاکستان قرار دارن یا ناامنی در او کشور به افغانستان دارن، این تبلیغات را آسان میتونیم جواب بدیم و مولانا صاحب شخصیتی هست که پیام و هدف اصلی که ما داریم او را به کشور پاکستان انتقال بدیم. باورها بدین است که مولانا فضل الرحمن در سفرش به کابل درباره مسائل همچون تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی، هراس افغانی و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. نو مسئله دیری دی در تی تی پی مسئله هم دا بلکشتا و پاقی من مشکل دی او نور مسئله هم دی در کدوالو دا واپس خبره دا نو امیدونه که دیشی چه کدال تا خبری کی خبر انتظار بکو چه خبرو کسی کی گی اسلامی امارت سو ارانیزون دی منافض رمان رو سوی و بیاس کی گی. اما با در نظر داشته پیشینه رهبر جمعیت علمای پاکستان و نقش او در سیاست پاکستان، این سفر او به کابل چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در قضیه برخورد غیر اصولی در رابطه با مهاجرین، در رابطه با تی تی پی و در رابطه با بعض سوالاتی که در افغانستان در رابطه با پاکستان مطرح شده، این پیام به حکومت پاکستان برساند که امیدوار استم نتیجه مطلوب بده. از فکر کوم چې د مولانا ماموریت چې د اس آی او د پاکستان د استابلیشمنت په موافقه سوی دی، زه فکر کوم چې دا ماموریت به هم ناکام شي او په د افغانستان او پاکستان ترمنځ به تشنج لا زیات شي. این در حال است که پیش از این پاکستان همواره امارت اسلامی را به جا دادن گروه های هراس افغان و استفاده شدن خاک افغانستان در برابر این کشور متهم ساخته است. اما امارت اسلامی همواره این ادعاها را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد میگوید که امارت اسلامی به آنچه با جهان تعهد کرده پابند است. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان سرپرست سفارت ژاپن در کابل میافزاید که اکنون نیاز است تا جهان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که روز پیش سفیر ژاپن از حکومت سرپرست خواست تا به آنچه که با جهان تعهد کرده است پابند بماند و حقوق زنان و دختران را تأمین کند. سرپرست سفارت ژاپن در افغانستان روز گذشته از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا به تعهدات جهانیش عمل کند و اجازه تحصیل و کار را برای زنان و دختران بدهد. مقام های کنونی افغانستان باید تعهدات بین المللیشان را بپذیرند و آن را اجرا کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران در سطوح گوناگون از حقوق مساوی به شمول حق تحصیل، اشتغال، مشارکت در سیاست گذاری های دولت و سایر اشکال زندگی عمومی برخوردار هستند.
سخنگوی امارت اسلامی درباره اظهارات سفیر ژاپن در کابل می‌افزاید که امارت اسلامی به تعهداتش عمل کرده و اکنون زمان آن رسیده تا جهان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. تعهدات جهانی را تا حدی که تعهد شده امارت اسلامی عمل کرده و دومی که بعضی از قوانین دنیا و جهانی در زمان قابل عمل میشه که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود. مسدود ماندن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران از مسائلی است که همواره انتقادهای جهانی را در پی داشته است. شماری از دختران که از رفتن به دانشگاه ها و مکتب ها باز ماندند، از امارت اسلامی بار دیگر می خواهند که بر بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها گام بردارد. ما می خواهیم که به دولت خود بگوییم که ما حاضر هستیم تمام حجاب قوانینی که به حجاب وضع کردن قبول کنیم، ولی باید در عوض ما را به ایجا ثبتن که ما هم درس بخوانیم و هم کار کرده بودیم. ما چند روز پیش که دیدیم پسر از انستیتوت ها و پانتون ها فارغ شدن، ما بسیار در مورد هم بسیار زیاد مایوس شدیم و این بسیار یک مسئله نگران کننده است برای همه دخترها. سفیر ژاپن در کابل بر اجازه تحصیل و کار را برای زنان و دختران در افغانستان در حال تاکید می کند که دختران بالاتر از صنف ششم نزدیک به 820 روز می شود که اجازه حضور به مکتب ها را نیافتند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. وزارت انرژی و آب تلاش دارد برای حل چالش های کمبود برق در کشور میزان تولید برق خورشیدی را افزایش دهد. آمنه حکیمی. افغانستان از کشورهای جهان است که هنوز در زمینه برق به خودبسندگی نرسیده است و از کشورهای گوناگون برق وارداتی را خریداری می کند. با افزایش پرچاوی های برق در پایتخت و شهرهای دیگر، اکنون وزارت انرژی و آب می گوید که با اجرای طرح 5 ساله انرژی خورشیدی، مشکل پرچاوی های برق در کشور حل خواهند شد. این وزارت می گوید که طرح 5 ساله انرژی خورشیدی ولایت های هرات، فرا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و نیمروز را در بر می گیرد. په هرات ولایت کې 100 میگاواټ او په نیمروز ولایت کې 50 میگاواټ المریز پروژې هم په نظر کې نیول شوې دي. د المریز برېښنا په برخه کې د اوواو یا ترکی شرکت په شمول له مختلفو خارجي او داخلي کمپنیو سره تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. دوی دي چې یوه 100 میگاواټ المریز برېښنا د په سروبي کې د ډونر سره یا د سرمایه گذار سره مخبره کړې ده او د هغوی سره په خبرو کې یو چې وکولی سو دغه پروژه هم انشاءالله او لازیز پیل کړو. همداراز 40 میگاواټ بل المریز پروژه ده چې بیا هم د یو افغان پانګوال سره په دې کې خبرې روانه ده. رئیس پیشین شرکت برشنا می گوید که افغانستان اکنون می تواند تا بیش از 220 هزار مگاوات برق خورشیدی را تولید کند، اما تا اکنون در این زمینه سرمایه گذاری های لازم انجام نشده است. افغانستان بیش از 222 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی آفتاب دارد، مگر مشکلات خود نیز انرژی آفتابی دارد. به طور مثال میتونم گفت که جایی که امکانات تولید برق از انرژی آفتاب است، اونجا زمین هموار وجود نیست. یا اگر جای زمین هموار است، اونجا شبکی یا سبستیشن برق وجود نیست. در این میان برخ از آگاهان مسائل اقتصادی افغانستان را بستر خوب از بحر تولید برق آفتابی میداند و بر سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش تاکید دارند. افغانستان در طول سال حدود 300 روز آفتابی دارد و یک منبع خوب و یک فرصت خوب برای تولید برق از انرژی آفتاب پنداشته میشه در افغانستان. اگر بتانیم در دشت های کشور از انرژی آفتاب استفاده کنیم در جهت تولید برق و داشتن حدود 300 روز آفتابی، قطعا این مسئله میتونه در قسمت کمبود و شارتیج برق در کشور ما را کمک کنه. پیش از این وزارت انرژی و آب گفته است که 200 پروژه را به ارزش نزدیک به 4 میلیارد دلار در بخش برق در 5 سال آینده عملی خواهند کرد. و همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از امرایتان سپاسگزارم. به امید دیدار. خدا نگهدار. شب بخیر.